بعدن کراب شده یا کمبود داشته به افتضاح کشیده دیگه، اون اصلا با اون برنامه با اون کارنامه اصلی جبهه ملی خیلی تفاوت داره. باید قبول کرد که جبهه ملی، حالا موافق باشیم مخالف باشیم، به عنوان یک سازمان بزرگ سیاسی در خاورمیانه اون زمان از شکم جنبش راهی بخش مردم ایران اومد بیرون. بعدم هم با کمبودها روبرو شد. الفتن همینجور، الفتن ولی ببین حماس از درون جنبش راهی بخش مردم فلسطین یا از درون نهضت‌های راهی بخش کشورهای جهان سوم بیرون نیومده. حماس و دولت اسرائیل موساد مشخصن. در دهه 1980 اواخر 1980 در ساحل غربی و در نوار غزه و در داخل خود اسرائیل به صدا آورد. بله. اسرائیل هم 1.5 میلیون ما فلسطینی داریم. بله. کشور فلسطین در کشور عربای در فلسطین. بله. بله. فلسطینیان اصیل. بزرگترین اتنیک گروپ هم بزرگترین ملیت اونجا بعد از یهودی های اسرائیلی که اکثرشون لهستانی روسی هستن از اروپا اومدن. بله. یا از نیویورک اومدن. خب مردم فلسطین اونجا زندگی میکردن، مسلمان بودن، 20 درصدشون هم یه تقریبا 22 درصدشون هم مسیحی هست. بله. صاحب خانه‌های اصلی. بله. بله. وقتی که دیدن که الفت به ویژه سازمان آزادی بخش فلسطین که الفت بزرگترین هنوز هم بزرگترینشه در داخل اون سازمان آزادی بخش، تمام اتحادیه‌های دانشجویی و دانش آموزان رو در تمام مدارس داشتن به دست خودشون میگرفتن. یعنی اتحادیه های دانشجویی در تمام دانشگاه من جمله در داخل اسرائیل توپ و توپ یکی بعد از دیگری میفتاد دست مردم فلسطین، به ویژه سازمان راهای بخش. بخاطر این سازمان راهای بخش اون زمان یک سازمان به تمام معنی سکولار بود. بله. و عجیب غریب جذب میکرد تمام جوانانی که حتی یهودیان هم به طرف خودش جذب میکرد در خود اسرائیل. و اون وقت در تمام این دانشگاه ها یکی بعد از دیگری اتحادیه دانشجویی، اتحادیه دانش آموزان، اتحادیه معلمین میفتاد دست طرفداران سازمان آزادی بخش فلسطین. بله. خب حماس رو آوردن، به وجود آوردن که چنون این جریان بیسته. به حماس بلا فاصله با کمک آمریکا و با کمک اسرائیل با پول زیادی که اتخاذ کرد از اینا اومد یکی بعد از دیگری فساد رو راه انداخت و مثلا اون یادگرایی اسلامیش و فساد مالی و گرفت اینا را. و بالاخره امروز به جایی رسیدی که امروز مردم از الفت، از سازمان آزادی بخش فلسطین و از نوار غزه دیگه صحبت میکنن. عباس محمود و تمام همکارانش اون اعتباری رو که یک زمانی داشتن اون هم از دست دادن. حالا در موقع آمریکا و اسرائیل چرا اینقدر از ایجاد دو کشور مثلا به عنوان راه حل صحبت میکنن؟ خیلی این جالبه. بله. سالها سال ادوارد سعید، نوم سامسکی، هاوارد زین، فقط مثال میدانم این سه نفر رو چون خیلی ها اینا رو میشناسن، به اضافه خود عرفت، اینها خانم اشرافی، اینا همیشه اشرافی یکی از مثلا فردی بود که به عرفت در ارتباط با جنبش زنان فلسطین اینا همیشه کمک کرده. بله. حالا هم خودش در داخل هنوز به اصلا ویست بانک زندگی میکنه. بله. اینا خواهان دو کشور بودن. میگفتن تنها راه حل اینی که کشور اسرائیل پایتختش تل آویو یک کشور باشه، ما هم کشور فلسطین باشیم، همون بخش بزرگی از ویست بانک یعنی ساحل غربی به اضافه نوار غزه، پایتختمون هم بخش شرقی اورشلیم باشه که تقریبا 35 درصد ساکنین اورشلیم شرقی
فلسطینی هستم. بله. کنجام پایتخت ما باشه. خب این برنامه خود آقای عرفات رفت به کنفرانس آسلو 1991 و آقای ایساق رابین نخست وزیر اون زمان کشور اسرائیل رفتن اونجا بعد از یک کنفرانس بزرگی معروف شد به کنفرانس آسلو پایتخت سوئد، اونجا امضا کردن. گفتن بعد ما معتقدیم دو تا کشور میتونه در کنار هم در صلح و صفا زندگی بکنن و مسئله نداشته باشن، و مخصوصا که هر وجب از زمینشون خیلی خیلی پرقیمت در جهان، و واقعیت اینه هر قدمی که شما در اسرائیل یا در فلسطین برمیدارید، این مذهب خاک زمین، خاک به خود خودشون خدا، خیلی خیلی قیمت داره. بله. ولی دیدیم که چیکار کردم با این دو نفر. بله. ایساق رابین که بهترین دوست یهودی آقای عرفات بود، ایشونو ترور کردن. بله. خود در داخل خود اسرائیل ایشونو ترور کردن. خب حالا یه نفر باید بیاد یه تفسیر بده که چرا این شخصی که در عمرش فقط میخواست به صلح و برابری برادری بیاره و خودش به اون مقام رسوند، چرا ایشونو ترور کردن؟ خب قبل از اینکه به اون پاسخ بدیم، بهتره که این ببینیم که اصلا بر سر عرفات چی اومد. بله بله. اونم مثلا مطمئن کردن که حالا بحثش دیگه، حالا بله. بحث میکنیم که مثلا چرا مسموم کردن و چگونه مسمومش کردن، که در عرض یک ماه ایشون مریض شد، بردن به یکی از بیمارستان‌های پاریس که خانومش اونجا زندگی میکرد، خانم سوها، اونجا پیش بیچاره بعد از یک ماه اونجا فوت کرد. بله بله. ببینید، یعنی میخوام بگم که آمریکا و اسرائیل امروز که از ایجاد دو کشور صحبت میکنن، منظورشون کدوم دو کشور؟ بله. ما یه کشوری میشناسیم اسرائیل، پایتخت این تلاویبه، ما اونو میدونیم، میبینیم تو نقشه هم هست و نماینده هم در سازمان ملل متحد. اون یه کشور، اون کشور دوم کدوم کشوره؟ اون آقای پرزیدنت کارتر گفت من رفتم اونجا دیگه، اون دومی کشور وجود نداره که. اون سپنگ یعنی ساحل غربی، همون زمانی که در کنفرانس آسلو 1991 امضا کردن، اون زمان فقط 60,000 نفر اسرائیلی سکونتگاه باز کرده بودن در داخل وست بانک ساحل غربی، اونجا زندگی میکردن. 60,000 نفر بودن. امروز تعداد اونها به 700,000 نفر رسیده. بله، بله. مهم نیست، برای اینکه خیلی خوب اگر فردا کشور فلسطین در اون منطقه به وجود بیاد، خب اینها هم مثل مردمان سراسر جهان میگن خیلی خوب، ما هم شهروندان کشور جدید فلسطین هستیم. چرا؟ هم خونهمون، زندگیمون، بچه‌هامون اینجا هستن، هم مدارسمون اینجاست، ما شهروند کشور فلسطین جدید هستیم. بله. ولی نمیگن، اونا میگن ما اسرائیلی هستیم، شهروند اسرائیلی هستیم، ولی در وست‌بانک. به همین دلیل هم بودن. بله بله. در صورتی که 1.5 میلیون فلسطینی های ساکن داخل کشور اسرائیل هر کجا میرن، من اینجا دانش آموزانشون رو میشناسم، اکثر دانشجویان پاسپورتشون اسرائیلیه. بله. هیچ وقت نمیگم ما اسرائیلی نیستیم، میگم من فلسطینی هم، من فلسطینی مسیحی هم، ولی سیتیزن، شهروند کشور اسرائیل هستم، اینم پاسپورتمه. بله. ولی اون اسرائیلی هایی که اونجا رفتن، اونا هیچ کدومشون حاضر نیستن بیان بگن که ما شهروند کشور نوجوان فلسطین خواهیم شد. بله. یعنی به قول معروف، حالا این دو راه حل دو کشور عملا از این رفته. حالا آمریکا و اسرائیل و دولت‌های ناتو وقتی که از دو کشور صحبت می‌کنن، منظورشون فقط دولت تل آویو در اسرائیل به اضافه نوار غزه. بله. تازه خود نوار غزه یک زندان بزرگیه، از هر جهت محاصره شده، محاصره نظامی، هوایی، زمینی و دریایی.
اون اصلا یک پریزن، یک زندان بزرگیه که در جهان به وجود آوردن و اشغالش کردن. این چگونه میتونه دو تا کشور باشه؟ بله بله. اوستنگ هم که عملا اصلا نمیتونه باشه، برای اینکه اونجا نزدیک به 20% جمعیت شون، 20-25% از جمعیت میگه ما اسرائیلی هستیم، ما اسرائیلی هستیم. بله بله. و تمام این جریانات فکر میکنن که در واقع به ما نشون میده که چقدر این جریان فلسطین، مسئله فلسطین، این پدیده چقدر بغرنده و حلش چقدر میتونه مسائل بزرگی را حتی در خاورمیانه بزرگ حل بکنه. بله بله. و این حق با اون افرادیست که همیشه میگن، اشاره میکنن که تمام مسائل بالاخره تحت شعاع خودش قرار میده. بله زافر سبنا، میخواستم حالا در مورد این حمله مقداری هم صحبت بفرمایید. البته با اون اشاراتی شد که این قطعا این حرکت و این حمله نمیتونسته بدون اجازه دولت آمریکا باشه یا دولت اوباما باشه. بله. بعد میخواستم در این مورد هم بفرمایید که باز این حمله یک چیزی رو نشون میده که دولت اسرائیل، دولت جنگ طلب و این جناح خشونت طلب به رهبری سردار نتانیاهو برای موندن و بقای خودش چقدر احتیاج به جنگ داره. بله. یک پروفسور اسرائیلی که آدم بسیار بسیار به نظر من متمدن و مترقیه، ایشون خیلی خیلی سمپاتی داره نسبت به مردم فلسطین. ایشون اخیراً میگفت که به طور کلی خیلی جالب بود که اشاره میکرد، میگفت که در کشور ایران پرچم تمامیت از ایران، پرچم دفاع از کل کشور ایران، پرچم حفاظت از کل کشور ایران به خاطر کمبود و فقدان یک آلترنتیو، یک بدیل خوب سیاسی افتاده دست حامیان رژیم جلاد جمهوری اسلامی. بله. این جمهوری اسلامی که میگه آقا اگر شما یه خود حرکت بکنید اونا میان ما را میگیرن. ما در واقع ما خودمون رو باید چیز بکنیم، مقصر بدونیم. این استاد اسرائیلی فقط نظر میداد. بله. ما نتونستیم اون پرچم رو به دست خودمون بگیریم، پرچم حفاظت از ایران رو. بله جلد. اونا گرفتن. به محض اینکه مردم، دانشجویان، زنان میزن تو خیابون یه تظاهراتی بکنن، اینا با اون پرچم میان میگن که بیا شما اگر با ما نیایید فردا ایران از بین میره. دقیقاً این پروفسور اسرائیلی همین حرفو در مورد اسرائیل میگفت. میگفت در اسرائیل برای اولین بار در تاریخ اسرائیل ما آدمهای بی خانمان داریم. اسرائیل هیچ وقت بی خانمان، هوملس نداشته. امروز در تل آویو مثل شهر نیویورک، نه به اندازه شهر نیویورک، ولی آخه در تل آویو ما آدم هوملس نمیتونستیم توی خیابونا پیدا کنیم. بگیم وجود داره. از ایشون پرسیدن که دختران فراری و کودکان خیابانی چگونه. گفت که از عجیبه، من که میرم اونجا سالا هر سال به دیدن پدر و مادرم، تو دختران فراری و کودکان خیابانی داریم. یعنی کشور اسرائیل اون اسرائیل 20 سال قبل نیست که بعد از سوئد و قبل از سوئد نمبر وان بود در جهان که بیکاری نداشت، بی خانمانی هم نداشت. امروز کشور اسرائیل از اون نظر چندان تفاوتی با کشورهای خاورمیانه نداره. اون وقت این جریان جنگ علیه ایران و حمله به نوار غزه، همین اینا افتاده پرچمش دست نتانیاهو. بله. نتانیاهو پرچمو برداشت، گفت اگر با من نباشید ایران ما را میگیره. میگیره بله. ما را داغون میکنه. حماس حمله در صدی که این دانشجویان تازه تازه یاد میگیرن بابا این درست نیست. اصلا این حرف درست نیست. آقا
آقای نتانیاهو حالا با مسئله بزرگی روبرو شده. ببینید ایشون فکر میکرد این پرچم رو میگیره و میگه که شما سکوت بکنید به من رأی بدید. تا دو هفته سه هفته گذشته این نوار غزه تقریبا جریان افشا کرده از دو جنبه. یکی اینی که اینا دیدن که بابا ایران علی‌رغم اینکه رژیمش ارتضاییه، رژیمش شبه فاشیستیه، اگر فاشیستی هم نباشه شبه فاشیستیه، ایران نمیتونه به اسرائیل حمله بکنه. اسرائیلی ها خطرشون در واقع در داخل خودشونه. بله. بیکاری از یک صحبت در ایران وقتی که ما از بیکاری صحبت میکنیم سیاسی صحبت میکنیم دیگه، به اصطلاح تطبیقی. بله بله.